سلام، با 180 ثانیه یه جمعه 16 شهریور ماه همراه ما باشید. لقمان و زانیار مرادی، دو زندانی محکوم به اعدام، سه روز پیش به قرنطینه منتقل شده و از همان روز دست به اعتصاب قضا زدند. دیده مرادی، خواهر زانیار مرادی، گفت حال زانیار خوب نیست و به بهداری منتقل شده است. او از احتمال قریب الوقوع اعدام برادر و پسرعمویش ابراز نگرانی کرد. وزیر بهداشت ایران گفت شما مردم رأی داده اید. رئیس جمهوری و مجلس انتخاب کرده اید و آنها نیز وزیر و مدیر انتخاب کردند. پس بی خود اعصاب، روح و روان همدیگر را آزار ندهیم. فعلا مدیریت همین و وضعیت همین است. شرایط اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز موجب گران شدن کالاها حتی به چندین برابر شده است. در پی آن قدرت خرید مردم هر روز کاهش پیدا کرده و سفره آنها روز به روز کوچکتر می شود. همه جنس ها شده 4 برابر. یارانه 6 سال پیش 7 سال پیش 45 شومن بوده، الان باید بشه 400 هزار تومن. همون 45 شومن نمیدم. ببین مردم طوری محتاط شدن، منتظر اون 40 تومنه ان که فقط یه شکم سیر کنن. یه زمان کار میکردی، خونه و ماشین میخریدی، الان میگه فقط برای زنده موندن کار میکنم، بتونم فقط نفس بکشم. این نشد زندگی که. اداره اطلاعات استان کرمانشاه روز جمعه در اطلاعیه از انهدام 2 تیم تروریستی در کمتر از 1 ماه گذشته در این استان خبر داد. در این اطلاعیه به نام و هویت این 2 تیم و اعضای آنها اشاره نشده و فقط وابسته به کشورهای متخاصم معرفی شدند. مردم معترض بصره پس از سوزاندن مقر نهادهای مرتبط با ایران در مقابل کنسولگری ایران شعار بصره آزاد است، ایران برو بیرون سر دادند و به دخالت‌های ایران در امور کشورشان اعتراض کردند. در همین حال در آن سوی اروند رود مردم آبادان نیز به خاطر کمبود مواد غذایی در یک راهپیمایی شعار عراقی برو بیرون سر دادند. مدیر کل اداره نوسازی مدارس شهر تهران از وجود 22 هزار کلاس درس فرسوده نیازمند تخریب، باسازی و مقاوم‌سازی در استان تهران خبر داد.